امروز 87مین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد برگزار شد. با حمیده یارمیده خبرنگار اعزامی صدای آمریکا در محل دادگاه گفتگو می‌کنیم. حمید، مهمترین نکات جلسه امروز دادگاه حمید نوری چه بود؟ پیام، ببین، هنوزم دادگاه در جریان هست، چون فقط نوبت بعد از ظهر داشته این دادگاه و هنوز هم جریان داره. خیلی سوالای زیادی هم از آقای پیام اخوان میپرسن که ایشون به عنوان کارشناس شاهد در این دادگاه امروز حضور داره. به طور کلی در ارتباط با گزارش ایران تریبونال تمام چیزها رو توضیح داد آقای پیام اخوان که چگونه اصلا این گزارش ایران تریبونال شکل گرفته، بر چه مبنایی بوده، چه تعداد شاهدی بهش اضافه شدن، بعداً گزارش‌ها در چه زمانی اونها صادر شده و ارائه شده، از چه گزارش های سازمان ملل متحدی استفاده شده، از چه نوع شاهد هایی استفاده شده. فتوای خمینی رو گفت دلیل همه این مسائل بوده است، گفتش که آیت الله منتظری بین 2800 تا 3800 نفر رو اعلام کرده که در تابستان 67 اعدام شدند. گفت اونهایی که مقاماتی که درگیر بودند در این اعدام ها همشون به مقامات بالاتری رسیدند. مثلا برگشت گفتش که آقای پور محمدی تبدیل شد به قاضی ارشد، آقای نیری شد معاون قاضی دیوان عالی کشور و رئیسی هم شد رئیس قوه قضاییه و الان هم رئیس جمهور هست. گفت اصلا کلا اینها همشون ارتقای مقام پیدا کردن. یه نکته دیگری که البته مسائل زیادی هست که ما تو فضای مجازی صدای آمریکا، صفحات مجازی صدای آمریکا هم توییت خواهیم زد، هم گزارش امروز رو ما حتما خواهیم داشت به طور کامل. اما یه نکته‌ای که الان خیلی گمانه‌زنی‌ها رو اضافه کرده در ارتباط با پرونده آقای نوری، مسئله نقش آقای هریش هست. هریش صادق ایوبی که این داماد خوانده آقای نوری هست. نوری هفته پیش ادعا کرد که تمام چیزهایی رو که پاک کرده از دفترچه تلفن شماره ها رو به خاطر هریش بوده. هریش کسی هست که در واقع به کمک آقای ایرج مصداقی او رو دستگیر کردن در سوئد. سال 2018 سعی کرده بود یک بار دیگه آقای نوری رو دستگیر بکنن در فرودگاه که نشد، ناکام ماندش قضیه. یعنی نقش بسیار کلیدی داره. خیلی ها الان صحبت میکنن که چرا هریش که این همه نقش داره در این دادگاه نه دادستان، نه قاضی، نه هیچ کدوم از وکلا نخواستن که بیاد و بازجویی بشه. ما از دو تا از وکیل ها پرسیدیم، یکی از اونها آماده پخش است، ببینیم یوران یالماشون چی جواب داد در ارتباط با سوالی که صدای آمریکا ازشون کرد. چون این اقدام را لازم نمی دانیم. دادستانی احضاریه فرستادن برای او را لازم نمی داند، چون پرونده به او مربوط نمی شود. کل پرونده در این باره است که متهم مجرم است یا مجرم نیست. دادگاه باید در این باره تصمیم بگیرد. سوالتان را می فهمم، اما دادستان احضار او را ضروری نمی داند. اگر همه شواهد ارائه شده در مورد همه اتهام های وارد شده بر او کافی باشد. بله، ممنونم از تو. گزارش همکارم حمیده یارمیده رو از دادگاه حمید نوری مستقیم داشتیم از سوئد. ممنون از تو.